ساعت اول بازیگری میگه شما 19 ساعت بتونی سرپا باز جام نداشته باشی که بشینی هی دوانه اجا بگردی که دو دقیقه بشینی که تو خیابون داری کار میکنی تازه وسط بازی تو خودت هم هستی داری تر میریزی برای دو دقیقه دیگر یه آقایی میاد آقا حال شما خوبه خیلی ممنونم خیلی متشکرم با اونم نمیتونی بد باشی با اونم اما با اون هم بعض وقتا مجبور میشی بازی کنی مجبور میشی اون شعره چی بود دلغکم دلغک این شهر خراب لیکا یا چه کسی میدانه یارو مجبورت بچهش مرده مجبورت بیاد تو صحنه بخندونه اصلا ربطی نداره به احساساتش اصلا ربطی نداره به خوب و بد بودنش تواناییشه تخصصشه توانشه ما اگه اینو بتونیم جا بندازیم تو مملکت اون اول برای مردم برای دخترها و پسرهایی که عاشق این کارن من خیلی دیدم که تعدادشون هم بیشمار خیلی زیاد و اینا اسباب کلاهبرداری واقع میشن یعنی یه موقع هست میدونی آخه خود ساده بودن زیاد از حد زیاد خوب نیست نه بسلمه تحریک میکنه بقیه رو که اصلا یه کاری بکنن دیگه بله نه به معنی دلالی نه به معنی ساده ما باید خرد بچه‌هامون رو به کار بندازیم شعورشون رو به کار بندازیم درکشون داناییشون رو به کار بندازیم که عزیز به دل من تو میخوای بی بازیگر اولا چرا من نمیدونم یکی بخواد طراح صحنه بشه یکی بخواد کارگردان بشه یکی بخواد فیلمبردار بشه همه میخوان بازیگر بشن این به خاطر اینه که اولا خود رسانه‌های ما چه تلویزیون چه سینما این کار رو سهل و ممتنع نشون میده این کار آسون بعدم یه جایی میبینی آسون ها برای که من مامانم میبرم سر صحنه بازی میکنه خیلی خوبه من داییم هم میبرم خیلی خوبه خواهرم هم میبرم داداشم هم میبرم خانوادگی اصلا یه فیلم میسازیم ما هم دیگه خیلی خوبه جواب هم میده خب اینجوری نیست واقعا این برای یه نفر اتفاق افتاده چرا میخندی آخه بله بس کشو گفت به این جمعونا عمر من و شما یک ذره این برق بله معلوم احساس من 20 سال دیگه بیشتر زنده نیستم 20 سال درخترش که خوابم در اشاره که سالها زنده باشین این ایال واسی و حال میدید همین ما الان در واقع من این خدمت بینندگان عزیزم هم عرض کردم که خود من نیاز داشتم به این گفتگوها به این مرور به این در واقع بازنگری بر کلیت این مجموعه که توش قرار گرفتم و قراره که مثمر ثمر واقع بشن خود من خیلی به این گفتگو نیاز به این جور گفتگوها نیاز داشتم و غرض هم این هستش که بشه یک چشم‌انداز واضحی رو به خصوص نسل جوان و علاقه‌مند و عاشقی که انقدر دوست دارم وارد این عرصه بشن بشه یک افق روشنی رو پیش روشن واقعا بس جدی بشه من فکر میکنم الان واقعا از برنامه شما من سپاسگزارم برای اینکه میبینم وسط بحث جدی ما یه کات نمیشه به یه چیز دیگه که بی ربط اصلا وسط بعضی وقتا عصبی میشم تو تلویزیون نگاه میکنم اینجوری میشه اما نتونستیم تو کار خودمون برای خودمون یک تعریف جدی بدیم به دیگرون که اینقدر به ما سهل و ممتنع نگاه نشه که آقا اگه اکبر زنجانپور یا داریوش ارجمند میره جلوی دوربین با 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال تجربهش میره جلوی دوربین نه با به خاطر اینکه پسرخاله آقای ایگرگه داییش نمیدونم آهنگری داره تو خیابون دولت آباد به خاطر این نه الله اکبر عرض کنم که حالا البته متاسفانه اشاره به ما میکنن که زمان و نیم دقیقا این بچه هستی من همیشه توی گل سامن این اتفاق میفته و همه انسان ها حق دارن که از موهبت های خداوندی که سر راهشون قرار میگیره استفاده بکنن مالا هر کسی هم به یک نوعی اتفاق میفته مهم اتفاقا وارد شدن نیست ماندنه آفرین چون که تجربه اینو ثابت کرده ورود که زیاد من دلم میخواد یه در پایان این صحبت یه خاطره‌ای هم عرض کنم از زنده یاد مرحوم خسرو شکیبایی که سر یک کاری ما با هم بودیم من همیشه آقای شکیبایی رو عمو خسرو صدا می‌کردم خسته شده بود و نشسته بود اومد چای بخوره بعد از یک مدت طولانی که مشغول کار بود تا میخواد چایش رو بخوره که دوباره دستیار کارگردان اومد و آقای شکیبایی خواهش من بفرمایید چای رو خورده نخورده
گذاشتن آقای شکیبایی روی میز، گفت ببین همه میان به من میگن که امری هست ما انجام بدیم، چای میخورین، آب میخورین براتون بیارم، نهار میل کردیم، میخواییم بشینید اینجا، هیچ کس نیست که بیاد من بگه الان هم خسرو تو خسته ای بشین، من میرم جا بازی میکنم این پلان. این حرف خیلی بر من جا در حال درست خیلی کرد دست دیدش واقعا روحشون شاد، انشالله که ماها به خصوص نسل جوان بتونیم امانتداری خوبی برای تجربیاتی که نسل شما با سختی به دست آورد باشیم و بتونیم این امانت سالم به نسل بعد انتقال بدیم. آقای احمدی شبه من از خسرو یاد من آخرین خاطرات هم بگم اولا خسرو یه خونه داشت تو خیابون شهید مطهری تو میرماد، خیلی سال بگیم مال اول انقلاب، میخوام بگم چقدر به کارش احترام قائل بود و میخوام بگم چرا پنه ایشون بود، آقای خسرو شجاع‌زاده بود، این بنده کمترین بود، آقای فرخ پیکر بود، آقای داریوش ایران نژاد بود. ماها هفته یک نمایش رو تو خونه خسرو که وسطش یه پرده داشت مثل سن بود یه نمایش رو اونجا بازخوانی میکردیم، یعنی رو خونه میکردیم. شما باور بکنید که من هرگز ندیدم خسرو، اون یکی خسرو داریوش، اینها فرق بکنن، فرق نکنن. هر بار که یک نمایش تازه‌ای رو به دست گرفتیم اینها آدم‌های تازه‌ای بودن و هرگز وقتی پشت میز نشستیم برای خوندن اینها خودشون نبودن، یه آدم دیگه‌ای بودن که حاضر شده بودن بشینن مقابل همدیگه با همدیگه حرف بزنن. یاد خسرو به خیر آخرین کاراش هم با همدیگه بودیم دایناسور. بله در حال روحشون شاد، خداوند همه رفتگان رو از مهر و محبت و رحمت خودش سرشار بکنه انشالله و باقیان رو هم حفظ کنه انشالله. خیلی ممنونم، قربان تو عزیزم، لذت بردم آقای احمد، محبت کردین از شما، ممنونیم که با ما همراه بودیم. بینندگان عزیز خدا رو شکر که این فرصت هست که بتونیم عرض ادبی داشته باشیم هرچند کوتاه و مختصر. انشالله عمری بود، باز در خدمتتون با آبی شوی دیگر خواهیم بود. شب بخیر. یا علی، خدا نگهدار.